پیاش میادیم به سمت پیاش که اونجا جلو نیروهای پیاده رو بگیریم که من صدای تو حین حرکت صدای شلیک شنیدم که خود مردار تقریبا 20 سانتی جلو من بود که یه دفعه دیدم افتاد که بلا فاصله دستم گذاشتم گیر سرش که سرش گرده نخوره که وقتی افتاد که دیدم از دهانش خون زد بیرون و دستش که توی کنار صورتش وقتی برداشتم دیدم جای گلوله است من کنم تو ناحیه دستم و پهلوم رو حساب قرار گرفتم که تو گلوله به حسابت کرده که در دست چپم میگم در پهلوی چپم الان دست چپم حدوداً 20% از کارش از دست داده یکی عربات نمیتونم باشه انجام بدم محبوبه محبوبیتم این سمت چپم هم هنوز اون محل که موزه سادا موزه قرار گرفته بیهسته شلیک هایی که اشرفیان بی‌دفاع و غیر مسلح را هدف قرار داد در اون شب پاسخی نشنید، اما در روزها و ماه‌های بعد وقتی به سندی برای اثبات جنایت علیه بشریت تبدیل شد آمران اون جنایت رو به این واداشت که با هزار توجیه به کتمان اون جنایت بپردازند تا اهداف واقعی اون شلیک ها رو بپوشونند، اهدافی که اون روز برای تمامی شاهدین صحنه به وضوح روشن بود. مقصد بود که نفرات مشخصی رو بزنن و تلفات انسانی بگیرن. هدفش این بود که پروسه هرچی بیشتر خوشمند کنم به رژیمشون. اون پروش من دیدم که چند تاشون بودن فیلم میگرفتن از این کارهای خودش، یعنی معلوم بود که میخوانیم فیلم ها رو بدن به اربابشون و بینید که ما مجاهدین زدیم، اگر نمیازی نبود که از این تیر اندازی و زدن مجاهدین خودشون فیلم بگیرن. یکی از توجیهات مسخره دولت عراق این بود که این شلیک ها به طور خود به خودی از طرف چند تا پلیس انجام شده. نه خیر، یک نیروی نظامی نمیتونه خود به خود سلاح مورد استفاده قرار بده، چون هیچ تجربه‌ای نداره که سلاح رو بگیره روی اشخاص غیر نظامی استفاده کنه. ولی توی یک هدف نظامی وقتی اهداف مستقیم مورد قرار میدن، این از یک فرماندهی مشخص این دستور استفاده شده.